سلام، فرداد فرستاد هستم با خلاصه خبرها. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتیجه انتخابات ایران امروز گفت از صحنه بیرون نمی رود. او در بیانیه جدید خود که امروز منتشر شد در پاسخ به اتهامات مخالفانش که او را مسبب نارامی های اخیر خواندن نوشته است: مجرمان انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اختشاشات اخیر قرار گرفتند و خون مردم را بر زمین ریختند. آقای موسوی بر نظرش در مورد تقلب‌آمیز بودن انتخابات ایران پافشاری کرده است. یک سایت نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که 68 نفر از استادان عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌های ایران که دیروز بازداشت شده بودند امروز آزاد شدند. تنها 2 نفر به نام‌های غلامرضا طریفیان و قربان بهزادیان نژاد هنوز در بازداشت هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراز نگرانی کرد. بان کی‌مون در گفتگوی تلفنی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از مقام‌های ایران خواست بازداشت، تهدید و اعمال خشونت علیه معترضان را پایان دهند. او همچنین از دولت و معترضان خواست اختلاف‌هایشان را از راه‌های قانونی و با گفتگو حل کنند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید نامه‌ای از فیفا در مورد بازیکنان تیم ملی ایران که در بازی با کره جنوبی مچبند سبز بسته بودند دریافت نکرده. خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در فدراسیون جهانی فوتبال خبر داده بود که فیفا نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران نوشته و در آن از فدراسیون فوتبال خواسته تا درباره اخباری که از برخورد با این بازیکنان بعد از بازی با کره جنوبی به گوش می‌رسد توضیح دهد. اما علی کفاشیان به خبرگزاری اسنا گفته که فدراسیون ایران چنین نامه‌ای دریافت نکرده و برخوردی هم با 6 بازیکنی که مچبند سبز بسته بودند نداشته. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفت که پیگیری اتفاقات این بازی از وظایف فیفا است. سیب زمینی در تهران کمیاب شد. معاون جهاد کشاورزی استان تهران میگوید کمبود سیب زمینی به دلیل تغییرات آب و هوا، مشکلات در توزیع و حمل و نقل و نارامی‌های پس از انتخابات است. حسین اردستانی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایلنا مبنی بر اینکه آیا توزیع رایگان سیب زمینی قبل از انتخابات تأثیری بر کمبود سیب زمینی داشته، پاسخ منفی داد و گفت افرادی که توزیع سیب زمینی را به انتخابات ربط می‌دهند یا غرض‌ورزی می‌کنند یا ناآگاهند.